با سلام خدمت دوستان عزیز، بخش چهارم آموزش برنامه‌نویسی با زامرین فرم رو با هم دیگه کار میکنیم. در پیج ویدیوی قبل نحوه ساخت لاگین پیج و آیدنتیتی رو با هم دیگه کار کردیم. در این مجموعه میخوایم مین پیجمون رو که نقش نویگیشن پیجمون رو ایفا میکنه با هم دیگه تغییرات دلخواه خودمون روش بدیم و در مرحله بعد پیج های دیگه ای که بهشون نیاز داریم رو از طریق مین پیج نویگیشن کنیم اون پیج ها. خب ابتدا رام میکنم مجددا نرم افزار رو. خب میکنیم ادمین و 253. وارد مین پیجمون میشیم. خب تغییراتی که میخوام اینجا بدم این استش که ابتدا رنگ مین پیج خودم رو عوض میکنم و به این صورت اون navigation page dot has a page bar رو هم فالز می کنم که تصویر بزرگتری داشته باشیم. این رو هم اضافه می کنیم با welcome to Xamarin Forum with Azimi. خب بکگراند این رو هم فونت سایزش رو دوستان میذاریم روی 20 و به این مقادیر هم دیگه نیازی نداریم. اینا رو از اینجا برمیدارم. خب این پیج مین پیج من حکم نویگیشن پیج من رو الان داره دوستان اینجا. خب در گام بعد کاری که میکنم بکگراند مین پیج خودم رو هم ست میکنم با بکگراندی که برای لاگین پیج در نظر گرفته بودم که نرم افزارمون به صورت کلی یک نمای جامع و یک پارچه ای داشته باشم. خب میتونم در این قسمت لوگومم رو مجددا اضافه بکنم از قسمت ایمیج. المنت ایمیج رو فراخونه میکنم. پراپرتی سورس لوگو پی ان جی. البته نیازی نیست فرمتش رو هم باید انتخاب بکنید. به صورت دیفالت خودش برای شما نمایش داده میشه. میتونم اینجا وید پسوردش رو بر روی 300 بذارم. خب این خوبه. و برای نویگیت کردنمون بر روی پیج های دیگهمون میتونیم از باتون استفاده بکنیم. به عنوان مثال یا برای اینکه زیباترش بکنیم دوستان شما میتونید خب به صورت عادی بیاید معمولی بیاید از باتون هم استفاده بکنید. اینجا به عنوان مثال
حالا تکستش رو برابر میدیم با مثلا add person یا هر چیز دیگه. خب در ابتدا به همین صورت پیش میریم و این رو کپی میکنم دوستان به مقاده که نیاز دارم. add person list یا بهتر بگم member list، لیست اعضا، و lock out. خب این ستا رو دوستان براش در نظر میگیریم. میتونیم current radiusشون رو هم بر روی 50 قرار بدیم برای هر ستا. و آخری. خب این الان قسمت نویگیشن پیج من هستش دوستان. پس تا اینجا زمانی که کاربر در این قسمت یوزرنیم و پسورد خودش رو وارد میکنه، وارد مین پیج میشه که مین پیج نویگیشن پیج من هستش و نقش انتقال من به پیج های دیگر رو انجام میده. خب همینطور که گفتیم میخواییم به SQL سرور وصل بشیم و مقادیر رو از طریق زامیرو فرم وارد SQL سرور بکنیم. برای این منظور من تا همینجا نگه میدارم و باز میکنم نرم افزار مایکروسافت SQL سرور خودم رو برای طراحی جدول مورد نیاز خودم در SQL سرور. MA وارد میکنم پسورد خودم رو، کانکت میشم به SQL سرورم. یک جدول جدید ایجاد میکنم ابتدا ID int name انوکر 50 فامیلی انوکر 50 ایج انوکر 10 و تل انوکر 50. حالا نیازی نیست 50 باشه، میتونیم 13 بگیریم. ایمیل انوکر 50. آیدی رو ست میکنم پرایمری کی و آیدنتیتیش رو هم یس میکنیم
جدولم رو ذخیره میکنم به نام پرسون. در مرحله بعد پیج اد پرسون خودم رو اضافه میکنم، نیو آیتم، مجددا یک کانتنت پیج، اسمش رو میذارم اد پرسون، از قسمت نویگیشن پیج در قسمت در بوتون اد پرسون میگم زمانی که کلیک شد کلیکت متدش رو فراخونی بکنم، نویگیشن دات پوش اسینگ متدش رو فراخونی کنیم و نیو اد پرسون پیجی که همین الان ساختیم رو بهش پاس میدیم. خب برمیگردم به پیج پرسون، در این قسمت رام میکنم مجددا برنامه رو، میخوام به صورت لایف کد XML خودم رو ادیت بکنم. خب ادمین و 2353 وارد نویگیشن پیج رو میشیم. اگر روی اد پرسون بزنم میبینید که به این پیج ما را هدایت میکنه. خب به XML نیازی ندارم، در گام اول در این پیج هم نویگیشن پیج داد از پوش باتون رو فالس قرار میدم. و بک‌گراند سورسش رو هم آر. خب در قسمت کانتنت پیج هم در استک لای اوت مقادر تکست باکسی که برای لاگین خودم تعریف کرده بودم رو کپی می کنم و در اینجا پیستش می کنم. فقط نیازی به ایمیج نداریم. اگر به جدول خودمون در دیتابیس نگاه بکنیم پراپرتی نیم، فامیلی، ایج، تلفن و ایمیل رو که 5 تا تکست باکس نیاز داریم. با نام های تی بی نیم، تی بی فامیلی، تی بی
H تل و ایمیل. نیم، فامیلی، ایج، فون نمبر و ایمیل. در قسمت بعد از این آپشن سنتر و ورتیکال آپشن فیل این کانتنت پیج رو هم نیازی بهش ندارم. یا بهتره که کانتنت پیج رو بذارم و پراپرتی های لایاوت خودم رو به این صورت تعریف کنم. خب نیم، پیج و ایمیج. در گام بعد دو تا باتون میخوام، یکی برای سیو و یکی برای اینکه بک بکنم توی نویگیشن پیجم. خب در باتوم سیف اگر کلیک شد سیف btn و در باتوم بک به صورت اوتومات خودش برای من بک بکنه. برمیگردم به CS باتون کلیک یک و دو. خب در این قسمت برای بک ابتدا مجددا navigation.methodPushAsyncNew پیجی که میخوام برگرده بهش مین پیج هست و در اینجا میریم تا کدهایی که مربوط به اتصال به SQL Server و درج مقادیری که در تکست باکس های فامیلی، ایج، نیم، تل و ایمیل هستش رو با هم دیگه در اینجا کار بکنیم. خب
رام میکنم مجددا. خب دوستان، تا اینجای کار رو با من پیش بیاید. در ویدیو بعد ادامه کدمون رو با هم دیگه دنبال میکنیم.